زندگی رو بعد دیده است و مرگ رو آرزو میکند. سوال: حکم شریعت در مورد مردی که حیات دنیا رو بسیار سخت بد دیده است و از الله درخواست نموده است که اگر مرگ برایش بهتر باشد او را بمیراند و منتظر مرگ است چیست؟ جواب: حمد و ثنا به پروردگار. برای مسلمان جایز نیست که حیات را بد بیند و از فرج و کشایش و خیری که در نزد الله تعالی موجود دارد ناامید شود. باید او بر تقدیر الله صبر کند و در برابر مصیبت هایی که به او میرسد از الله اجر و ثواب بطلبد و از الله تعالی بپرسد تا مصیبت ها را از او دور کند و او را کمک نماید و در برابر آنچه که بر او مقرر کرده شده است به او پاداش بدهد و باید فرج و کشایش الله تعالی را انتظار شود. الله سبحانه و تعالی در سوره شهر آیت 5 و 6 چنین فرمود: پس یقین با هر دشواری آسانی است. یقیناً با هر دشواری آسانی است. برای مسلمان مکروه است که به خاطر ضرر از قبیل بیماری، تنگی دنیا و دیگر مصیبت هایی که به امیرت آرزوی مرگ کند. در صحیح بخاری و صحیح مسلم از انس رضی الله عنه روایت شده است که میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: هیچ که از شما به سبب ضرر به او میرسد هرگز آرزوی مرگ نکند، در غیر این دیگر چاره نداشته باشد، بگوید که ای الله، تا زمانی که زندگی برای من بهتر است مرا زنده نگه دار و اگر مرگ برایم بهتر باشد پس مرا بمیران. در حالت ذکر شده در حدیث یک نوع تفویض، یعنی واگذار کردن کار خود به الله و تسلیم شدن به حکم الله است. هر مصیبتی که در این دنیا به مسلمان میرسد برای او کفارت است. اگر اجر و ثواب آن را از الله تعالی بطلبد و خشمگین و ناخشنود نشود، این قلب را از غفلت بیدار میکند و در آینده برای او پند می باشد. توفیق از جانب الله تعالی است و درود و پیام الله به پیامبرمان محمد صلی الله علیه و سلم و آل و اصحابشان باد. پایان سخن. کتاب فتاوا و لجنة الدائمه للبحوث العلمیه والافتاء جلد 25 صفحه 398.